چه روش میخوام تکیه بکنم؟ محورش این است که ما باید این رابطه بین خودمون و خدا که عبارت است از رابطه ربوبیت و عبودیت، این را تقویت کنیم. این رابطه را اگه بخوایم تقویت کنیم، حالا با همین تعبیرات تقویت و رابطه و این چیزا میگیم دیگه، چه کار کنیم؟ اول این است که این رابطه رو تا وقتی که میفهمیم بهتر بشناسیم. ما الحمدلله همه قبول داریم که ما مخلوق خداییم، خدا خالق ماست. اما درست معنای وابستگی خودمون رو به خدا درست نمیتونیم درک بکنیم. پیش خودمون که باشیم اینجور فرض میکنم، خب من یکی، خدا هم یکی. حالا حد اکثر میگیم خدا ما را آفرید، خیلی خوب آفرید، تمام شد دیگه، حالا آفریده شدیم دیگه، کاری با خدا نداریم. و این نه تنها یک فکر عامیانه هست که بسیاری از فیلسوفان عالم و حتی بعضی از متکلمین مسلمان هم چنین توهماتی کرده. کسانی که با تاریخ فلسفه آشنا هستند، نظرهای فیلسوفان غربی را به خصوص میدونن، خیلی ها معتقدن که خدا عالم را خلق کرد مثل ساعت سازی که ساعتی را کوک میکنه. این ساعت دیگه خودش تا الالعبد کار میکنه، یه بار ساعت ها ساخت و کوکش کرد دیگه، کاری نداره، مثل داره خودش کار. خدا این عالم را و از جمله انسان را آفرید. بله او آفرید، اگه او نیافریده بود ما نبودیم، چنان که اگه ساعت ساز ساعت را نساخته بود ساعتی نبود. اما حالا که ساخته دیگه کار به ساعت ساز نداره، ساعت ساز میمیره، بعد از او هزار سال ساعت باقی میمیره. این بحثی که در علم کلام مطرح می‌کنند که آیا ممکن در بقایش هم احتیاج به علت داره یا نداره، روحش همین مطرح. خدا که ما را آفرید، خب اول وجود داد به ما، بقای وجودمون هم احتیاج به او داره. ما چون خدا را تشبیه می‌کنیم به صانعه ها، مثل بنا، صنعتگر، میگیم هم صانع دیگه، اثبات صانع. خیال میکنیم رابطه خدا با ما مثل رابطه یک صانع است با صنعتش، میسازد و میمونه، او کار به صانع نداره، احتیاجی به صانع بود کنه بسازدش بعد دیگه رهاش بکنه. این تصور در بسیاری از فیلسوفان، اهم از الهی و غیر الهی، و بسیاری از علمای ادیان به خصوص علمای یهود، و حتی در برز کردم در بعضی از متکلمین مسلمان هم چنین سابقه ای داره، چنین گرایشی دیده میشه. به زحمت باید بگن خدا حالا تو را آفریده میتونه تو را نابود کنه، بمیراند. همین مثل این که کسی که فرض کنید ساعتی رو ساخته، بعد میتونه خوردش کنه، بشکنه دیگه، این اندازه قدرت داره. اما اصلا نابودش کنه معنی نداره، برای ما اصلا تصوری نداریم که اصلا بتونه خدا موجود که آفریده نابودش کنه، اصلا هیچش کنه، ما اصلا تصوری از این معنی نداریم. اینجور نیازی را ما پیش خودمون نسبت به خدا احساس نمی کنیم. ما هستیم دیگه، خدا آفرید، حالا داریم رشد میکنیم، جوانیم، پیر میشیم، بعدا میمیریم، خب این حساب دیگه است. او جانمون رو میگیره، چون گفته الله یتوفا الانفس، ولی خب تا زنده ایم خودمونیم دیگه. ما باید به این سمت و سو حرکت کنیم که موجودات عالم، مخلوقات از جمله خود ما، در هیچ حالی از هیچ جهتی بی نیاز از خدا نیستیم.
این راه از کلمات وحی، کلمات بزرگان دین تلقی میکنیم، سعی باید بکنیم اینا کم کم به خودمون بقبولانیم، بتونیم سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم یه بویی ازش ببریم، بفهمیم یه چیزی. وقتی ما کلمات بزرگان را حتی در مقابل افراد خیلی کم عقل ملاحظه میکنیم، یه حرفهای خیلی پرمغزی میزدن، ما به این آسونی ها نمیتونیم درکش کنیم.